شکست تلخ و سنگین سپاهان مقابل الهلال پرستاره. بازی خیلی جذاب آغاز نشد اما به مرور بهتر شد. در دقیقه 28 اولین حمله الهلال شکل گرفت. سانتر سعود عبدالحمید روی دروازه و ضربه سر سالم الدوساری که اگر با دقت زده میشد دروازه سپاهان با خطری جدی مواجه میشد. اما در ادامه در دقیقه 34 ضربه بازیکنان الهلال رو پیام نیازمند گرفت و همون ضد حمله شد برای سپاهان که شهریار مغانلو توپش رو کوبید به یاسین بونو که البته آفساید هم اعلام شد. اما در ادامه نوبت به گلزنی سپاهان رسید. در دقیقه 37 پاس بلند و دیدنی محمد دانشگر پشت مدافعین الهلال، فرار رامین رضاییان، استوب سینه عالی و ضربه محکم رو پا و دیدنی رامین رضاییان قفل دروازه الهلال رو شکست و اولین گل سپاهان در این بازی اینچنین به این زیبایی هرچه تمامتر شکل گرفت و نیمه اول با برتری سپاهان تموم شد. شروع نیمه دوم باز هم با بازی بهتر سپاهان بود. در دقیقه 55 موقعیتی عالی در مسافه تک به تک برای فرشاد احمدزاده شکل گرفت و یاسین بونو ضربه کم دقت احمدزاده رو گرفت و همون در برگشت برای بازیکنان الهلال حمله شد. دقیقه 56 دفاع سپاهان جا موند و فرار میتروویچ با ضربه اون همراه شد که نیازمند توپ رو برگشت و در ریباند مالکوم ضربه کمجون اون تبدیل به گل شد و پیام نیازمند هم نتونست در مرحله دوم کاری رو از پیش ببره. در ادامه سپاهان باز هم موقعیت داشت. در دقیقه 65 موقعیتی عالی با پاس فوق‌العاده محمد کریمی برای فرشاد احمدزاده فراهم شد اما ضربه بد اون این موقعیت عالی برای سپاهان از دست رفت و همچنان فرشاد احمدزاده به موقعیت سوزیش ادامه داد. دقیقه 68 سانتر عالی رامین رضاییان و باز هم ضربه بی دقت از فرشاد احمدزاده و حمله‌ای که از دست رفت. کار برای سپاهان در ادامه پیچیده تر هم شد. دقیقه 76 تکل بی مورد دانشگر و اخراج اون توسط احمدعلی که به درستی هم انجام شد و با اخراج دانشگر کار برای سپاهان خیلی سخت‌تر شد. دقیقه 81 ارسال محمد البره که از سمت چپ روی دروازه و ضربه سر ساویچ که خطرناک از کنار دروازه پیام نیازمند و سپاهان به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 88 باز هم حمله جدی الهلال شکل گرفت. این بار از سمت راست میتروویچ از زاویه بسته موقعیت پیدا کرد و ضربه‌اش رو هم زد که پیام نیازمند توپ رو عالی مهار کرد و بالاخره مقاومت سپاهان یک جایی شکست، اون هم دقیقه 4 وقت اضافه بود. ارسال عالی سعود عبدالحمید روی دروازه و ضربه سر میتروویچی که بالاتر از رامین رضاییان زده شد و گل دوم الهلال زده شد و نقش جهان در سکوتی عمیق فرو رفت. این شکست برای سپاهان در ادامه تلختر و سنگینتر هم شد. دقیقه 96 ضد حمله سریع بازیکنان الهلال پاس سالم الدوساری و ضربه همدان که گل سوم الهلال رو زد و تیر آخر رو همدان بر پیکر نیمه جان سپاهان زد و بازی در نهایت با نتیجه 3-1 به نفع الهلال پرستاره تموم شد. سپاهان این بازی رو خیلی خوب آغاز کرد، خیلی خوب هم جلو رفت اما با اخراج دانشگر تمام معادلات اونها به هم ریخت. سوای از این موقعیت‌هایی که سپاهان ایجاد کرد و فرشاد احمدزاده هم خرابش کرد خیلی به اونها ضربه زد. سپاهان خیلی بهتر میتونست از موقعیت‌هاش استفاده کنه و حالا باید احتمالاً افسوس این موقعیت‌های از دست رفته رو بخوره. هفته بعد در ورزشگاه الهلال اونها باید به مصاف این تیم پرستاره برن و سپاهان کار بسیار سخت و مشکلی در عربستان مقابل این تیم پرستاره داره. بازی که خیلی سخت برای اونها میتونه پیش بره. بازی که محمد دانشگر رو ندارن، در دفاع میانی باز هم غایب دارن و کلن خیلی کار سپاهان سخته. ای کاش این توپ ها در این بازی گل میشد و ما میتونستیم امیدوارانه، یعنی با امید بیشتر به بازی برگشت نگاه کنیم. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب هم از ما حمایت کنید. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.